سلام دوستان، داریوش مهندی هستم. اینجا کانال منه، خوش اومدید. دوستان امروز اومدیم در رابطه با شخصی به نام آیسان اسلامی ویدیوهای معروفش رو نگاه کنیم با هم و ببینیم از کجا اومده که انقدر بولد شده. برو بریم. خب دوستان بریم یه چند ویدیو ازش ببینیم و یه تحلیل فنی قشنگ واسش بزنیم ببینیم بچه چی میگه آخر انقدر کوچر میگه. خب دوستان بریم اولین ویدیو رو با هم ببینیم، بعد من ویدیوها رو میذارم رو صفحه که با هم ببینیم و با هم نظر بدیم. اشخا مادرت این نمیشه، این کسی چمن خوالتو گاییدم. خیلی خوبه. ببینیم بچه ها تو باشگاه دیدی مثلا یه دنبلی یه هالتری میخوره به پاد اونجا میگه وای مادرتو گاییدم؟ من همونم، همونجا من کسیش شاکش یارو میارم بالا. بکردی فقط خود آیسان میتونه بگه، خودتونم میتونید این فوشای بالای رونی استفاده کنید، خیلی حال میده به خدا. خب دوستان اصلا بذار یه بیوگرافی حرفه‌ای از این شخص بگم که از کجا اومده و داستانش چیه. دوستان آیسان متولد 1368 از رشت، الان ساکن آمریکاست و یه بیزینسی داره که هیچکی هم نمیدونه داستانش چیه، چیکار میکنه، کامیون بالا پایین میکنه، کامیون گلدون میکنه، نمیدونم با وانت کار میکنه یا اسنپ، هیچی خبر نداره. ولی مهم اینه که بعضش توپه. ولی احتمال داره که تو داستان بیت کوین و نمیدونم در پنجره و پی وی سی اینا کار کنه. ممکن اصلا این نصاب ماهواره باشه، کسی نیست، چون همیشه بالا پشتونه داره میچرخه دیگه، دقت کنید. خب دوستان بالا پشتونه که گفتم یاد کلیپ دورچی افتادم. خب دوستان آیسان اسلامی اسمش دو اسم است، یعنی هم ترکی هم فارسی، معنیش هم یعنی مثل ما زیبارو. خب دوستان بریم یه ویدیو دیگه ازش ببینیم ببینیم بچه چی کار میکنه. اینجا دوستان معنی این کلمه خیلی کلمه زشتیه، ولی در اسبابی تو باشه خیلی استفاده میشه و ابزاریه. احساس میکنم که این واژه خیلی خوشش میاد تو باشگاه، واقعا خوب استفاده میکنه و منم خیلی لذت بردم از این واژه. خب وقتی آخر شب ازت میپرسن رفتی تو اتاق چیکار کردی؟ بریم اینو ببینیم ببینیم جالبه. دغ 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 دو 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 داره طبل یاماها فکر کنم میزنه، دغ 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 دو دغ 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 دو. این فکر کنم بچگیاش بندری مندری خیلی دوست داشته. بچه فکر کنم بچگیاش گوله نمک بوده، بچگیاش اینو تو دبه خیارشور خوابوندن، فکر کنم نزدیک یکی دو ماه هم در نیاوردن، الان دیگه شراب اعلی شده. کله ما انگار سه نفر داشتن ما رو به زور میگاییدن که بالا با سر صبح کسپادی در نهر بقل من با این از ساخر من خودم با خدای خودم دست به عقم دارم میرم سر کار، خواهر کار گاییدم، کار مال تراکتوره بابا، کار چیه؟ بعد دادش خونه بشینه اجاره جمع کنی حال کنی کس بگی کس بشنی خواهر کار گاییدم. چقدر تو با نمکی بچه کسکش. آجی ما اومدیم مثلا تحلیل بزنیم خودمون از اون بددهنتریم. چقدر تو با نمکی. این بچه دوستان گوله نمکه، میگم چقدر هم که تو کار میکنی کلن دیگه خار کار رو آسفالت کردی دیگه، بالا صبح و شبت که باشگاه، سر کارم که همیشه گرده، یه 200 کامیون هم که واسه همینجوری دارن کار میکنن. حاجی فارسی صحبت میکنی نرمال صحبت کنی، من 7-8 ساله 10 ساله اینجا حاجی دهنم وا میکنم انگار پندوی هم مینگوس چلندر پیاده شدم، چرا اونجوری صحبت میکنی؟ راست میگه دیگه دوستان، یه سریاتون هستید که اصلا هنوز چرخای هواپیما تو هوا جمع نشده، فارسیتون یادتون میره، شما باید همون فارسی دری تو آمریکا حفظ کنید. هیچ طور میگم میرم دستشوی خار کس انگشتت میکنم و مرز ما رو گاییدی بابا. اشما آیسان خدایی بچه ها دیکشنری پشه. فکر کنم دوستان این دوجی موجی میزنه ها، یه خودتون بگیرید دیگه. دل بر من سر بر من چند روز دوری چند مغروری تسی زور بخونه ممونی میبر میابلا. ما هم خدایی مثل همین بودیم، مثلا دو سه تا پیت میزنیم میگیم ما رو نمیگیره، بعد جسیم داریم از جاده چالوس از بیقراریاش و از نمیدونم تلو خوردناش داریم تعریف میکنیم.
کلن دوستان یه نظری میخواستم بهتون بدم. خب دوستان کلن به نظر من جذابیت این بچه به خاطر اینه که داره تو آمریکا زندگی میکنه و هنوز اون لهجه مادریشو حفظ کرده و تونسته که اون تناقضه تو رفاه و تو اشغال آمریکا راحت باشه، خود واقعیش باشه و این لایف استایلشو قشنگتر کرده. یعنی همون که تو ناف آمریکایی داری فوش کشتارتو میدی، پسکش شاکیشتو راه میندازی، خب مردم دوست دارن. همین بچه اگه تو جاده چالوس بود الان داشت بلال میفروخت، غیر از اینه. ولی خب واقعا من که دوستش دارم، خیلی خوبه. امیدوارم که دوستان لذت برده باشید از این برنامه‌مون. خواستیم که یه تحلیل فنی بزنیم و یه چند تا ویدیوشو با هم نگاه کردیم و ترکوندیم.